خدا سلام کرمی هستم در خدمتتونم با آموزش قسمت A Unit 10 کتاب Starter از مجموعه کتاب های American English File خب میریم برای 10 A It changed my life این زندگی من رو تغییر داد همطور که از این جمله هم پیدا هست ما میخوایم گذشته رو یاد بگیریم که مشخصا گذشته ساده رو در این بخش یاد خواهیم گرفت simple past گذشته ساده و regular verbs رو یعنی افعال باقایده رو در قسمت گرامر یاد میگیریم در بخش واژگان هم کامن وربز قسمت سوم رو یاد خواهیم گرفت متعلان دو قسمت کامن وربز رو با هم داشتیم یعنی افعال پرکار و پر استفاده در بخش تلفظ هم regular simple past endings رو با یاد میگیریم که افعال باقایده وقت وقتی که بخوایم در حالت گذشته بگیم سه تا در واقع دستبندی هست برای تلفظشون که من مفصل به وقتش براتون توضیح خواهم داد در قسمت تلفظ خب where did you live کجا زندگی کردی ببینید جمله گذشته هست where did you live کجا زندگی کردی I lived with a family in Hanoi من زندگی کردم با یک خانواده در هانوی که پایتخت ویتنام هستش خب درس رو شروع میکنیم میریم برای بخش اول که grammar has simple past regular verbs گذشته ساده افعال با قاعده regular یعنی با قاعده A. School Year Abroad is a student exchange program یه برنامه هست حالا توی کشورهای اروپایی حالا یا مثلا آمریکا و کانادا حتی مثلا شرق آسیا هم یه چیزی هستش دانش آموز تبادل میشه مثلا فکر کنید که یک دانش آموزی از ویتنام میره به آمریکا یک دانش آموزی از آمریکا میاد به ویتنام این دو نفر دو دانش آموز با هم یه تعادل میشن من میرن عضو خانواده همدیگه میشن برای حالا یه مدتی که این در واقع اسم این برنامه هست School Year Abroad یعنی سال تحصیلی میتونیم اینجوری معنی بکنیم سال تحصیلی خارج از کشور از Student Exchange Program هست یک برنامه تبادل دانش آموز که الان براتون توضیح دادم Every year hundreds of high school students study abroad and stay with a host family هر سال یا هر ساله صدها دانش آموزای دبیرستان های سکول ستودنس صدها دانش آموزایی که در مقطع دبیرستان هستند، study abroad and stay with a host family خارج از کشور abroad یعنی خارج از کشور درس میخونن یا تحصیل میکنن and stay with a host family و میمونن stay میمونن با یک خانواده میزبان host family یعنی خانواده میزبان Mackenzie Nagel was in Vietnam last year with 15 other American students. این آقا که حالا اسمش الان خونیم آقای مکنزی بود در ویتنام سال قبل با 15 تا دانش آموزای آمریکایی دیگه یعنی مجموعه 16 نفر این برنامه اکسچنج رو در ویتنام انجام دادن. Match sentences and pictures. ما بعد این در واقع جمله ها رو که در این قسمت می‌بینید با این تصاویر بیایم و مچ بکنیم خب یه بار تصاویر رو با هم دیگه مرور داشته باشیم ببینید در این تصویر خب این آقای مکنزی مادرش رو گریه میکنه و میبینید که در فرودگاه هست در تصویر دوم سوار هواپیما شده و, و داره با حرف دیگه صحبت میکنه در تصویر سوم حالا رسیدن در حالا ویتنام در تصویر چهارم چند نفر دارن ازشون استقبال میکنن در تصویر پنجم اینجا داره کلمات رو به زبان ویتنامی یاد میگیره و در تصویر ششم هم که داره با دوستاش به جایی میره خب من تصاویر رو براتون شرح دادم حالا من این جمله ها رو براتون میخونم تصویر اول خود کتاب گفته که مربوط به این جمله هست برای بقیه جمله ها شما باید مچ بکنید با هر کدوم از این تصاویر بگید که این جمله ها مربوط به کدوم از این تصاویر هستش خب جمله اول که خود کتاب خود کتاب مشخص کرده رو من براتون میخونم بعد بقیه جمله ها رو براتون میخونم My mother cried at the airport in New York مادر من My mother cried, گریه کرد ببین گذشته است گریه کرد در فرودگاه در نیویورک که خود کتاب گفته که تصویر اول هستش خب بقیه یک جمله رو من براتون میخونم I learned how to say چاو، hello and come on thank you من یاد گرفتم I learned من یاد گرفتم how to say که چجوری بگم چاو که به زبان ویترامی هست میشه سلام and come و uh, well, thank you یعنی میگه من این دو تا این کلمه و عبارت رو در زبان ویترامی یاد گرفتم We arrived in Vietnam. ما رسیدیم در ویتنام. It was very hot. خیلی هوا گرم بود. I didn't like that. من اونو دوست نداشتم. یعنی اون هوای خیلی گرم رو من ازش خوشم نمیمد. دوست نداشتم. We walked to a restaurant for dinner. ما پیاده رفتیم به یک رستوران برای شام. The traffic was crazy. ترافیک دیوونه کننده بود یعنی خیلی بد بود the traffic was crazy i talked to the other students on the plane من صحبت کردم با بقیه دانش آموزا در هواپیما i was nervous i was nervous یعنی من مضطرب بودم استراب داشتم but excited اما هیجان زده I was nervous but excited. من مضطرب بودم اما هیجان زده. یعنی هیجان داشتم که برم اونجا رو ببینم در این حال مضطرب هم بودم. بس nervous و excited دوتا صفت که ما اینجا یاد گرفتیم. Our language یا our language گفتم فرقی نمیکنه هر دو تلفظ درسته. Our language teachers greeted us at the hotel. معلم‌های زبان ما our language teachers greeted us به ما خوش آمدگویی گفتن یا از ما استقبال کردن at the hotel در هتل we started our first class in the evening ما اولین کلاسمون رو we started our first first class اولین کلاسمون رو شروع کردیم در عصر in the evening خب حالا با تجربه که من براتون معنی هم کردم تصاویرم هم گویای همه چیز هست خیلی سریع اعداد رو با این تصاویر مچ بکنید برمیگردیم هم جواب رو شکل میکنیم هم میریم بر قسمت بعد خب من جوابهای درست رو براتون نوشتم گفتم حالا خیلی ساده هست حالا یه چیزه به طور کلی میخوام بگم ببینید اینجا ما داریم یک داستانی رو گوش میدیم My mother cried at the airport in New York. مادر من گریه کرد در فرودگاه در شهر نیویورک. بعد میگه که I talked to the other students on the plane. من با بقیه دانش آموزا در هواپیما صحبت کردم. I was nervous but excited. همینجوری جمله رو اگه پشت سرم بگیم انگار داریم یک داستانی رو روایت میکنیم و کلمه‌ای که حالا اینجا هایلایت شده هم دقیقاً گذشته ساده هست. همه این جمله ها به جز این جمله جمله مثبت هست I learned من یاد گرفتم I, My mother cried مادر من گریه کرد We arrived ما رسیدیم We walked ما پیاده رفتیم I talked من حرف زدم Our language teachers greeted us معلم‌های uh, معلم های زبان ما در واقع از ما استقبال کردن یا به ما خوش گفتن We started ما شروع کردیم اما I didn't like این جمله منفی هستش خب که میبینید جمله های مثبت همه آخرشون ایدی گرفته ولی جمله منفی رو ما didn't رو بردیم بعد فل رو در حالت ساده شو بردیم این دیگه ایدی ندادیم که البته در قسمت گرامر مفصل کار خواهیم کرد بریم برای قسمت بعد که سی هست مذارت بخواهم بی هستش ما B رو انجام ندیم 4.2 listen and check Where are you right? گوش کنید و بررسی بکنید و آیا شما درست نوشتین یا نه باید بررسی بکنیم که آیا ما این جواب ها رو درست نوشتیم یا نه خب پس من یه فایل صوتی رو براتون پلی می کنم با دقت به تلفظ ها گوش بکنید و تکرار هم بکنید برمیگردیم میریم برای قسمت بعدی 4.2 One. My mother cried at the airport in New York. 2. I talked to the other students on the plane. I was nervous, but excited. 3. We arrived in Vietnam. It was very hot. I didn't like that. 4. Our language teachers greeted us at the hotel. We started our first class in the evening. 5. I learned how to say ciao, hello, and gammon, thank you. 6. We walked to a restaurant for dinner. The traffic was crazy. Okay, let's Read the story again and complete the chart. بخونید گفتم حتی که این جمله رو دیگه بگیم انگار داریم یک داستان روایت میکنیم و این چارت رو یا این جدول رو بیاین تکمیل بکنید What letters do you add to make the positive past form Which verb is in the negative form چه حرفایی رو یا چه حروفی رو شما اضافه میکنید به فعلتون تا این فعل رو در حالت گذشته ببرید و اینکه در حالت در واقع منفی هم ما دقیقا باید چی کار بکنیم خب جواب ها البته دقیقا همین جمله هایی است که در این قسمت شما میبینین جواب ها دقیقا همین ها هست که شما باید در این چارت یا جدول بیاین و بنویسین در این ستون این جملات در حالت در واقع زمان حال اومده present یعنی زمان حال my mother cries مادر من گریه میکنه I talk to the students من با دانش آموزا صحبت می کنم ببینید همه اینها در واقع زمان پریزنت یا زمان حال هست در این قسمت ما باید این فعلا رو که بولد شده ببریم به حالت گذشته با استفاده از همین جملاتی که گفتم در اینجا ما کار کردیم خب خیلی سریع این فعلا رو بنویسید برمیگردیم با هم بررسی کنیم و میریم برای یاد گرفتن گرامر این درس بسیار خوب من جواب ها رو براتون نوشتم My mother cried I talked to the students We arrived in Vietnam I didn't like that این جمله منفی است من اونو دوست نداشتم که اونجا منظورش ترافیک بود I didn't like ببینید didn't که اومده فعل دیگه در حالت ساده ما باید بیاریم I didn't like that Our teachers greeted us We started our first class I learned how to say hello We walked to a restaurant خب میریم پای تخته مفصل گرامر این درس رو با هم دیگه کار میکنیم بسیار خوب گذشته ساده درسی که امروز باید یاد بگیریم ما گذشته ساده رو کی باید ازش استفاده بکنیم برای گفتن عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده حالا دیروز هفته پیش ماه پیش سال پیش هرچی پس برای بیان اتفاقی که در گذشته افتاده و تموم شده البته ما در این درس افعال با قاعده رو میخوایم کار کنیم یعنی با این پیش که ما اگه بخوایم فعلی رو در حالت گذشته ببریم باید بهش ایدی بدیم ولی در درس بعدی ما افعال بی قاعده رو هم یاد میگیریم که دیگه این قاعده رو در واقع ازش پیروی نمی کنن. که مفصل برای خود در قسمت خودش براتون توضیح خواهم داد خب ساختار مثبت گذشته ساده به چه صورت هست ما اول فایل رو میاریم بعد فعل رو میاریم بعد بقیه جمله حالا این فعلی که داریم ازش حرف میزنیم باید بهش ایدی بدیم مثال بزنیم تو مص... توی م... مثال متوجه میشیم I lived downtown last year من زندگی کردم مرکز شهر پارسال یا سال قبل ببینید ما آمدیم به فعلمون ایدی دادیم اگه مثلا ایدی ندیم جملهمون حال میشه زمان حال میشه مثلا میگیم I live downtown من مرکز شهر زندگی میکنم درسته این last year هم نمیگیم دیگه من مرکز شهر زندگی میکنم I live downtown ولی اگه ایدی بدیم به فعلمون جمله میره به حالت گذشته I lived downtown last year من پارسال مرکز شهر زندگی کردم He played soccer last night اون دیشب فوتبال بازی کرد اون آقا یا اون پسر دیشب فوتبال بازی کرد همطور که میبینید برای هی آی اصلا تمامی زمایر فایلی حالا مثال که بزنم بیشتر متوجه میشی. هیچ فرقی نمیکنه ما بش ایدیم ایدیم. یعنی فعل رو بهش ایدی میدیم یعنی فائل شما هر چی که میخواد باشه اگه بخوایم در حالت گذشته ساده بگیم اون جمله رو فقط کافیه که به فعلمون ایدی اضافه بکنیم هیچ چیز دیگه ای نمیخواد اضافه بکنیم بگیم خب اینا مثلا سوم شخص مفرد این اتفاق براشون میفته نه همشون به فعل فقط ایدی اضافه میکنیم خب You worked in Tehran last month تو کار کردی در تهران ماه قبل You worked in Tehran last month میبینی؟ آی باشه، یو باشه، هی باشه هر چی که باشه ما فقط به فعلمون یه ایدی میدیم She learned English. اون انگلیسی یاد گرفت. She learned English. اون خانم انگلیسی یاد گرفت. We talked to my father. ما صحبت کردیم با پدرم. We talked to my father. می‌بینید؟ دقیقا اومدیم فعلا یه ایدی اضافه کردیم. They watched TV last week. اونها هفته قبل تلویزیون تماشا کردن. They watched TV last week. خب این از جمله های مثبت در زمان گذشته ساده البته دو تا مثال دیگه هم هست من فراموش کردم ببخشید سارا استید فور تو سارا موند در هند به مدت دو سال و علی لسند تو میوزیک یستردی علی به موسیقی گوش داد دیروز میبینید فایل ما چه میخواد زمایر فایلی باشه مثل آی، هی، شی، یو، وی، دی چه میخواد اسم باشه سارا، علی، علی ان سارا درسته؟ در هر حال فقط ما به فعل اون یه ایدی اضافه میکنیم خب این از ساختار مثبت که با هم دیگه برسی کردیم میریم برای ساختار منفی گذشته ی ساده در ساختار منفی اتفاقی که میفته این است که ما اول فایل رو میاریم بعد دد نات که مخففش ددنت هست رو میاریم بعد فعلمون و بعد بقیه جمله نکته که اینجا هست فعلمون باید در حالت ساده باشه توی مثالم دیدیم I didn't like وقتی که didn't میاد دیگه ایدی به فعلمون اضافه نمی کنیم ببینید I didn't live downtown last year من زندگی نکردم مرکز شهر پارسال میبینین وقتی که didn't میاد دیگه ایدی به فعلمون اضافه نمیشه در حالت ساده اون فعل میاد یا he didn't play soccer last night اون دیشب فوتبال بازی نکرد درسته؟ you didn't work in تهران last month تو ماه قبل در تهران کار نکردی she didn't learn English او انگلیسی یاد نگرفت حالا من این نکته رو بهتون بگم که هیچ موقع دیگه یه همچین اشتباهی رو نداشته باشید که مثلا هم ایدی بیارید هم دید میارید ببینید در زبان انگلیسی و مخصوصا برای زمان گذشته ساده که الان اینجا مورد بحث ما هست یک نشونه برای گفتن اینکه این, این جمله زمانش گذشته هست کافیه حالا این نشونه یا ایدی هست یا دد هست دوتاش توی جمله نمیاد پس اون دقت داشته باشین اگه جملهتون مثبت باشه به فعل ایدی میدیم اگه جملتون منفی باشه و البته سوالی هم باشه ما دد میاریم دو تا اینا با هم در یک جمله نمیاد یا ایدی باید بیاد که برای جمله مثبت میاد یا دد میاد که برای جمله های منفی و سوالی میاد البته این نکته رو یه بار دیگه میگم که ما الان داریم افعال با قاعده رو یاد میگیریم یعنی چی یعنی ما از این قاعده داریم در واقع پیروی میکنیم که به فعلمون ایدی بدیم حالا در درس بعدی یاد میگیریم که بعضی از فعلها بیقاعده هستن من اصلا دیگه توضیح بیشتری نمیدم که در واقع قاطی نکنید و نترسین علک خب میریم برای ساختار سوالی گذشته ساده برای جمله در واقع سوالی گذشته ساده ساختار مصبت رو ببینید فایل فل بقیه جمله یه دونه دد بیاریم اولش میشه جمله اون سوالی دد فایل فل بقیه جمله میبینید مثالم بزنیم Did they watch TV last week؟ آیا اونها تلویزیون تماشا کردن هفته قبل؟ همطور که, مو... همطور که مشاهده میکنید ما دوباره اینجا ایدی اضافه نکردیم به فعل اصلیمون چون دد رو اووردیم و با اووردن دد داریم میگیم آقا زمان این فعل گذشته است پس دیگه است که بخوایم ایدی هم مثلا به فعلمون اضافه بکنیم برای جواب دادن هم فکر میکنم تا الان دیگه متوجه شده باشین چندین و چند بار ساختارا رو کار کردیم گفتیم از همین دوتا کلمه استفاده میکنیم Did they حالا اصلا کار بقیهش را نداریم Did they Yes they did آیا اونا تلویزون تمام شد که هفته پیش بله کردن No they didn't نه نکردن بازم میگم که این didn't مخفف did not هستش Did سارا stay in India for two years? آیا سارا در هند موند به مدت دو سال؟ Yes, she did. No, she didn't. بله موند نه نموند. Did Ali listen to music yesterday? آیا علی به موسیقی گوش داد؟ دیروز Yes he did No he didn't بله گوش داد نه گوش نداد خب من این نکترم در مورد تلفظ کلمه did بگم اگه خاطرتون باشه ما حرف آی رو صدای کوتاهش رو گفتیم گفتیم خیلی نزدیک به ای هستش خب مثلا می گفتیم که it is یا مثلا this is و این هم همینه نمیگیم دید ببین نمیگم دید میگم دد دد و این نکته رو از نظر تلفظی تو ذهنتون داشته باشین خب اگر من بخوام کلمه پرسشی داشته باشم کلمه پرسشی دبلیش داشته باشم مثل تمام ساختار زبان انگلیسی اون ساختار yes no questionش رو اگه در نظر بگیریم کلمه یا عبارت WH رو میاییم اول اون ساختار اضافه میکنیم و جمله ما در واقع تبدیل میشه به جمله سوالی WH ببینین When did he play soccer? چه موقعی اون فوتبال بازی کرد؟ ساختار نگاه کنین ون که کلمه WH ما هست بعد فعل کمکی did بعد هی بعد در واقع این هی منظام فایل هست پلی که فعل اصلی هست و بقیه جمله همطور که مشاهده میکنید بازم چون ما دد داریم دیگه ایدی به فعلمون اضافه نمی کنی. یا where did he play soccer کجا اون فوتبال بازی کرد اینجا شد چه موقع اون, فوتبال بازی کرد وین چه موقع اون فوتبال بازی کرد اینجا گفتیم where did he play soccer کجا اون فوتبال بازی کرد خب مبحث گذشته ساده رو با هم دیگه برسی کردیم من فقط یه نکته رو اینجا بگم که البته در خود کتابم مفصل بهش پرداخته و منم اشاره میکنم اما ببینید فعلایی که آخرشون ای داره الان اینجا live من از قصد این فعل رو تو مثال آوردم که این نکته در واقع املایی بهتون بگم البته یه نکته املایی دیگه هم هست و نکات تلفظی دیگه که برمیگردیم در کتاب کار میکنیم اما من اینو حالا تا تنور داغه و شاید برای شما سوال ایجاد شده باشه بگم ببینید لو الا اینجا آخرش ای هست اگه یه فعلی با قاعده باشه وقتی این با قاعده یعنی چی یعنی به آخرش ما ای دی اضافه میکنیم اگه یه فعلی با قاعده باشه و آخرش ای باشه مثل لو وقتی که بخوایم ای دی بهش اضافه کنیم دیگه اون ای رو نمی نویسیم یعنی فقط ای دی بهش اضافه میکنیم و ای خودش رو حذف میکنیم یعنی اینجا این اتفاق افتاده لو با ای ای که بهش اضافه میکنیم دیگه ای خودش رو نمی نویسیم خب گذشته ساده رو کامل یاد گرفتیم و یکی از مهمترین کاربرد گذشته ساده زمانی است که مثلا ما میخوایم یک خاطره رو بگیم یک داستانی رو تعریف کنیم که در گذشته اتفاق افتاده دقیقا مثل کاری که مکنزی انجام داده بود که گفت مثلا ما هم گریه کرد من مثلا هاوی ما این کار یعنی به ترتیب کاری که انجام داده بود رو همه رو آمد در گذشته گفت و همطور که گفتم یکی از مهمترین در واقع کاربردش هم همین هست که یک سلسله اتفاقات رو ما در گذشته بیایم و پشت سر هم تعریف بکنیم خب برمیگردیم به کتاب خب بخش گرامر رو پای تخته یاد گرفتیم میریم به قسمت Grammar Bank 10A صفحه 110 و نکاتی که کتابم گفته اونجا با هم دیگه بررسی می‌کنیم و تمرین انجام میدیم و برمیگردیم خب اومدیم به صفحه 110 10A simple past regular verbs گذشته ساده افعال با قاعده من این فایل رو براتون پلی میکنم این ستون جمل جمله های مثبت هست اینجا جملات منفی و در این قسمت هم جمله های سوالی رو میبینید yes no question و wh question من این فایل رو پلی میکنم با دقت گوش کنید و تکرار بکنید برمیگردیم میریم قوانین این قسمت رو هم با هم دیگه برسی میکنیم 4.3 I arrived early I didn't arrive early You learned Spanish. You didn't learn Spanish. She liked the movie. She didn't like the movie. It rained yesterday. It didn't rain yesterday. We talked to the teacher. We didn't talk to the teacher. You worked late. You didn't work late. They walked to a cafe. They didn't walk to a cafe. Did you visit the museum? Yes, I did. No, I didn't. Did he cook dinner? Yes, he did. No, he didn't. Did they study French? Yes, they did. No, they didn't. Where did you live? Near the university. What did she study? History and economics. How did you travel to school? By bicycle. خب به این فایل صوتی هم گوش دادیم من براتون معنی بکنم این جملات رو I arrived early من زود رسیدم early گفتیم یعنی زود late یعنی دیر I arrived early من زود رسیدم I didn't arrive early من زود نرسیدم میبینید الان در جمله مثبت ما اومدیم و به فعلمون ایدی دادیم ولی در جمله منفی وقتی که didn't میاد دیگه اون ایدی از فعل حذف میشه you learned spanish تو اسپانی یاد گرفتی you didn't learn spanish تو اسپانی یاد نگرفتی she liked the movie اون از فیلم خوشش اومد she didn't like the movie اون از فیلم خوشش نایمد it rained yesterday دیروز بارون اومد گفتم rain حالا هم به قول معروف اسم هست و هم فعل هست که ما اینجا و تا الان فهم کنم همش فعلشو یاد گرفتیم رین یعنی بارون باریدن خب خود رین یعنی بارون باریدن و وقتی که بخوایم این در واقع این عمل رو بگیم بگیم مثلا داره بارون میاد یا مثلا بارون اومد گفتیم فائل اون جمله باید ات باشه مثل ساعت که مثلا میگفتیم که what time is it مثلا میگفتیم که it is مثلا 10 اوکی. یه سری از چیزها در انگلیسی فعالشون ات هست مثل همین آب و هوا مثل همین در واقع ساعت که وقت که میخوایم بگیم پس این ات معنای خاصی نداره صرفا به خاطر اینکه جملهمون نیاز به یک فعال داره ما این ات رو میگیم ات ریند بارون اومد yesterday دیروز ات didn't رین yesterday دیروز بارون نایمد We talked to the teacher. ما با معلم صحبت کردیم و اینم دقت داشته باشین تاک حرف اضافهش تو هست talk to we talked to the teacher we didn't talk to the teacher ما با معلم صحبت نکردیم you worked late تو تا دیر وقت کار کردی you didn't work late تو تا دیر وقت کار نکردی اینجا late هم میتونیم بگیم دیر هم میتونیم بگیم تا دیر وقت okay. You تو تا دیر وقت کار کردی They walked to a cafe. اونها پیاده رفتن به یک کافه They didn't walk to a cafe اونها پیاده نرفتن به یک کافه خب جمالت سوالی رو با هم نگه برسیم کنیم Did you visit the museum آیا تو از موزه دیدن کردی یا بازدید کردی Yes I did بله این کار انجام دادم No I didn't نه این کار انجام ندادم ببینید جواب هم با همین دو تا کلمه هست فعل کمکی و فایل auxiliary یعنی فعل کمکی من این نکته را اشاره بکنم که این did اینجا فعل کمکی ما هستش و وقتی که میگه فعل کمکی یعنی به کمک ما میاد تا جمله درست بکنیم که مشخصا در گذشته ساده ببینید در گذشته ساده ساختار مثبتش فعل کمکی نداره ساختار مثبت فعل کمکی نداره فایل داریم و فعل که حالا فعله در موقع حالا یا ایدی میگیره یا یا اگر بیقاعده باشه که اتفاق دیگه براش میفته ولی برای جمله منفی و برای جمله سوالی ما همیشه گفتیم برای ساختن جمله منفی و جمله سوالی ما همیشه نیاز به فعل کمکی داریم حالا دو تا ساختار در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی هستن که ما اتفاقا دو تا هم دیگه الان یاد گرفتیم اینا در حالت مثبتشون فعل کمکی ندارن یک حال ساده دو گذشته ساده مثلا من میگم که I get up early من زود بلند میشم درسته؟ I get up early حالا اگه بخوام بگم من زود بلند نمیشم میگم I don't get up early خب پس ما یه دوی از بیرون اووردیم به عنوان فعل کمکی و نات بهش دادیم و تونستیم با جمله منفیمون رو بسازیم حالا یا دو do یا does اگه هی یا she باشه گفتیم که does میگیم برای سوالیش هم همینطور Do you get up early؟ آیا تو زود بلند میشی؟ پس یه ساختار حال ساده هست که در حالت مثبتش فعل کمکی نداره و ما یه فعل کمکی از بیرون میاریم برای درست کردن جمله های منفی و سوالیش که دو یا داز هستش یه ساختارم گذشته ساده هست که همطور که میبینید در حالت مثبت فعل کمکی وجود نداره ما یه دد از بیرون میاریم که بتونیم باهاش در جملات منفی و سوالی خودمون رو بسازیم اوکی تمامی ساختارهای دیگه ای که در زبان انگلیسی تا الان یاد گرفتیم و یاد خواهیم گرفت تمامی ساختارها در حالت مثبتشون فعل کمکی داره و ما فقط برای منفی کردنش کافی نات بهشون بدیم و برای سوالی کردنش هم کافیه جاش رو با فایل عوض بکنیم فقط حال ساده و گذشته ساده است که در, زم... در بخش مثبت در واقع فعل کمکی نداره و ما یه فعل کمکی از بیرون میاریم تا بتونیم جملات منفی از سوالیش رو بسازیم بسیار خوب این نکته من گفتم داخل پرتوز بهتون بگم که خیلی این میتونه برای یاد گرفتن بقیه گرامرهایی که داریم بهتون کمک بکنه سوال بعدی Did he cook dinner? آیا اون شام پخت؟ Yes he did, no he didn't بله پخت نه نپخت من نکته در مورد کوک بگم ببینید ما خب قبلا مثلا میگفتیم make dinner یا یعنی مثلا make lunch make breakfast این make dinner با حالا اینجا کتاب گفته cook dinner فرقش چیه وقتی که میگیم cook مشخصا داریم عمل پختن مثلا یه غذای رو طرف میپزه حالا حالا چون دینر هست مثلا چه میدونم قرمه سبزی هست قیمه هست یه چیزی رو در واقع میپزه درسته ولی وقتی که میگیم میک یه چیز کلی هست مثلا فکر کنید که نونپنی رو انگور میاره و میخوریم یعنی عمل پختنی انجام نشده پس این دقت داشته باشید میک خیلی کلی هست یعنی شام آماده کردن شام آماده کردن ولی کوک مشخصا یعنی پختن یعنی این غذای شما میپذی اوکی ولی میک یعنی آماده کردن شاید یه غذایی رو پختی و به قول من شام رو آماده کردی شاید مثل همون نون پنیر انگوره اصلا غذایی نپختی پس هر دو میشه ولی کوک فقط عمل پختن هستش اینو بهش دقت داشته باشه Did they study French? آیا اونا فرانسوی خوندن؟ Yes, they did. No, they didn't. و اینا هم که سه تا جمله WH question هستش Where did you live? کجا زندگی کردی؟ Near the university نزدیک دانشگاه What did she study? اون چی خون؟ History and economics uh, تاریخ و اقتصاد این هم رشته هایی هست که در حالا دانشگاه این هم میتونیم بخونیم History یعنی تاریخ و economics یعنی اقتصاد How did you travel to school? چطور تو؟ به مدرسه سفر کردی حالا من این نکتر اینجا بگم ترافل رو ما میگیم سفر کردن خب ولی به اون معنی که حتما سفر بیرون شهری باشه نیست یعنی میتونه سفر درون شهری هم باشه شما از خونه میری مدرسه از خونه میری به قول معروف سر کار اوکی پس این هم میتونیم ترافل بگیم How did you travel to school؟ چطور به مدرسه سفر کردی یا رفتی میتونیم حالا اگه اینجا به قول معروف نخواهیم یه سو تفاهم پیش بیاد اینجا منظورش از travel گفتم در اون شهری چطور به مدرسه رفتی بای bicycle با در واقع دو چرخه خب این موارد رو با هم دیگه خوندیم و من نکاتی رو خدمتون عرض کردم اما میریم برای قوانینی که بیشترش هم خودمون گفتیم Use the simple past for finished actions از گذشته ساده برای اکشن ها یا عملهایی که تموم شده استفاده کن finished هستش یعنی عمل تموم شده یک زمانی در گذشته و عمل اتفاق افتاده و تموم شده The simple past is the same for all persons. For example, I arrived, you arrived, they arrived. این هم که گفتم فرقی نمیکنه کنه فاعل شما چی باشه. در هر حال ما فعلمون یکیه. اینجا می فایل های متفاوت اما فعلا همه ایدی گرفته برای منفی و سوالش هم همینه فرقی نمیکنه خب didn't هم که اشاره کردم مخفف did not هست و word order ترتیب کلمه رو میبینید برای ساختار مثبت ما اول سابجکت بعد وربی که ایدی بهش میدیم رو میاریم یو پلید ساکرتو تو فوتبال بازی کردی برای منفی هم subject auxiliary بعد base form حالا اینجا ما به auxiliary یا فعل کمکی من هم not بعد اضافه بکنیم i didn't play soccer من فوتبال بازی نکردم این نکته که من گفتم نمیایم هم did بیاریم تو جمله هم did بیاریم تو جمله i didn't played اشتباه هست مثبت vs yes no question هم فعل کمکی فایل و فعل اصلی did you play soccer آیا تو فوتبال بازی کردی نمیگیم did you played همین نکته که اینجا اشاره کردم و WH when did you play soccer چه موقعی تو فوتبال بازی کردی که نمیگیم when did you played خب این نکات رو با هم بررسی کردیم اما یه سری قانون های نگارشی یا سپلینگ هست من اینا رو براتون توضیح بدم spelling rules regular simple past verbs وقتی که بخوایم فعلای قاعده رو بنویسیم یه سری نکته است که باید اینجا در واقع بهش حواسمون باشه خب ببینید در حالت اصلی ما گفتیم که میایم و به فعلمون ایدی اضافه میکنیم مثل walk که میشه walked میبینین ایدی رو فقط اضافه میکنیم add ایدی rain یعنی بارون باریدن که rained start started خب walk قدم زدن یا پیاده جایی رفتن rain بارون حالا باریدن start هم شروع کرد اما همونطور که پای سختم اشاره کردم اگه آخر فعلمون ای باشه مثل رایف رسیدن change تغییر کردن یا تغییر دادن هر دو درسته و move حرکت کردن اگه آخر فعلمون ای باشه ای رو حذف میکنیم بعد ای دی اضافه میکنیم ببینید رایفد changed, موفد دو تا ای ما نداریم اینجا خب ببین الان یه دونه ای که خودی ارایو داره اگرم بخوایمش ای ایدی اضافه کنیم باید عملا دو تا ای داشته باشیم دیگه این کارو نمی کنیم ای خود فل رو حذف میکنیم بعد ای دی بهش اضافه میکنیم حالا کتاب اومده گفته که فقط دی اضافه میکنیم فرقی نمیکنه یعنی دو تاش یکیه کتاب گفته که ما فقط دی اضافه میکنیم یعنی ای فل میمونه فقط دی اضافه کنیم. من گفتم آقا ایه فعل ای اف ال حذف می‌کنیم کنیم ایدی اضافه می‌کنیم هر دوش یکیه حالا چرا من دارم تاکید می‌کنم میگم اینجوری تو ذهنتون بسپارید به خاطر اینکه دیگه قاطی نمی‌کنید میدونید که آقا افعال با قاعده همشون یه ایدی بهش اضافه کنیم پس گفتم فرقی نمی‌کنه بگیم آقا ای رو حذف می‌کنیم ای ایدی اضافه می‌کنیم یا فقط ای میمونه و دی اضافه می‌کنیم هیچ فرقی در نتیجه نداره خب اما cry و try ببینید آخر فعل ما y هست و حرف قبلش هم یک حرف بی صدا هست اگر یه همچنین اتفاقی افتاد ما باید y رو تبدیل به آی بکنیم و بعد به فعلمون دی اضافه بکنیم همین اتفاقی که اینجا افتاده y تبدیل به آی شده و دی گرفته اینجا هم که نوشته consonants plus y که تبدیل میشه به آی ed consonants یعنی حرف بی صدا الان اینجا قبل از وای ما یک حرف بی صدا داریم که در هر دو فعلمون هم آر هستش اما مثلا فعل پلی که من توی مثالهام هم زدم و فکر میکنم اینجا هم داشتیم اگه اشتباه نکنم اینجا نداریم حالا اشکالی نداره من توی تحصیل براتون می نیستم ببینید فعل پلی حرف آخرمون وای هست ولی حرف قبل از وای یک حرف صدادار ای هست حرف بی صدا نیست به همین خاطر نیاز نیست که وای تبدیل به آی بشه بعد ایدی بگیره فقط میایم بهش یه ایدی اضافه میکنیم پس این قانون که اینجا برای وای گفته دو تا وجه داره هم آخر فعلمون وای باشه و هم حرف قبلش یک حرف بی صدا باشه که اگر صدا باشه صدا دار باشه مثلا این پلی که براتون مثال زدم این قانون براش در واقع نمیکنه خب و مورد آخر اگر آخر فعل ما بی صدا به این دارم از آخر میگم بی صدا صدادار بی صدا باشه آر بی صدا این صدادار افم بی صدا چند بار تو الان گفتم دیگه حروف صدادار A ای آی او یو هستن غیر از اینا تمامی حروف دیگه حروف های بی صدا هستن ای ای آی او یو حرف صدا دارن بقیه حرف بی صدا الان اینجا دقیقا یه اتفاق افتاده بی صدا صدا دار بی صدا یا مثلا در در واقع فل استاپ بی صدا صدا دار بی صدا چه اتفاق میفته اگه یه همچین چیزی رو ما در واقع باش مواجه شدیم باید بیایم و به اون فعلمون یک بار دیگه اون حرفی که در انتهای اون فل هست رو یک بار دیگه اضافه بکنیم بعد ایدی بدیم یعنی آر اینجا یه بار دیگه تکرار میشه بعد ایدی میگیره پی اینجا یه بار دیگه تکرار میشه بعد ایدی میگیره خب من معنی اینا رو براتون بگم این فیلا رو براتون نگفتم فکر میکنم cry یعنی گریه کردن هم میشه تلاش کردن و همیشه یک چیز جدیدی مثلا امتحان کردن prefer ترجیح دادن و stop هم یعنی متوقف شدن یا متوقف کردن یک چیزی بسیار خوب نکات املایی این قسمت رو ما هم دیگه کار کردیم الان وقتشه که بریم برای تمرین ها خب تن ای تمرین ای رایت سنسز این the simple past. یه سری جمله اینجا کتاب به ما داده که این جملات در حالت در واقع زمان حال هستن مثلا he listens to pop music اون به موسیقی پاپ گوش میده این جمله حال ساده هست ما باید این جمله رو ببریم به گذشته ساده یعنی اون به موسیقی پاپ گوش داد در گذشته خب این کار رو انجام بدید الان اینجا he listens to pop music شده he listened to pop music این کار رو برای این دوازدت و جمله انجام بدید برمیگردیم ها رو با هم دیگه برسیم کنیم خب دوباره برگشتیم بریم برای بررسی کردن این جملات They worked in a hospital. اونها در یک بیمارستان کار کردن. I finished work late. من دیر وقت کارم رو تمام کردم. He liked the movie. اون از فیلم خوشش اومد. You lived in Vietnam. تو در ویتنام زندگی کردی یا شما در ویتنام زندگی کردی. I studied Spanish. من اسپانیایی خوندم. She walked to work. اون پیاده رفت سر کار. He preferred the red car. اون ماشین قرمز رو ترجیح داد. They played tennis. اونها تنیس بازی کردن. You talked a lot. تو زیاد حرف زدی. You talked a lot. من این نکته رو بگم توی مثالا که داشتیم با هم دیگه بررسی کردیم گفتم حرف اضافه talk تو هست. درسته؟ صحبت کردن با کسی. ولی اگه فقط بخوایم بگیم صحبت کردن دیگه حرف اضافه نمیخوایم بگیم دیگه. اینجا مثلا you talked الات تو زیاد حرف زدی چون اینجا با منظورم با کسی حرف زدن نیست دیگه که بخوایم تو رو براش استفاده بکنیم خب the train stopped in shanghai قطار در شانگهای متوقف شد یا ایستاد we exercised in the morning ما در صبح ورزش کردیم و این جمله من پایین نوشتم she changed money at a bank near here اون پول رو در واقع تغییر, داد یعنی مثلا رفته ریال داده دلار گرفته یا یعنی مثلا برعکس اون پولش رو تغییر داد یا اون پول رو تغییر داد در یک بانک near here یعنی نزدیک اینجا خب میایم برای این قسمت uh, complete the dialogues with the bold verb in the, uh, in the simple past positive negative or question خب یه سری جمله اینجا هست حالا میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه یا میتونه سوالی باشه فعلا این جمله ها رو کتاب به ما داده و ما باید این جملات رو تکمیل بکنیم الان اینجا جمله اول فعل ما پلی هست و دو تا جای خالی بوده اینجا که به خاطر اینکه جواب میگه یس ما متوجه میشیم که خب این یک جمله سوالی یس اون بوده دیگه که کتاب اومده حل کرده Did you play golf last آیا تو آخر هفته قبل last weekend weekend یعنی آخر هفته last هم یعنی قبلی آخر هفته قبل گلف بازی کردی که تلفظش من گفتم گلف yes i played on saturday بله من بازی کردم در شنبه خب به همین صورت جمله مثبت منفی و سوالی فیلر هم که کتاب داده این جای خالی رو پر بکنید برمیگردیم جواب رو به هم دیگه بررسی می‌کنیم خب جواب های این قسمت رو من براتون نوشتم بریم با هم دیگه بررسی داشته باشیم Where did you park the car کجا ماشین رو پارک کردی I parked it near the restaurant من uh, نزدیک رستوران پارکش کردم Did you finish your homework آیا تو تکلیفت رو یا تکالیفت رو تموم کردی No I didn't نه تمام نکردم It was very late خیلی دیر وقت بود What did you study last year پارسال چی خوندی؟ I studied English, Math, Science and More انگلیسی، ریاضی، علوم و چیزهای دیگه اینا رو من خوندم I studied When did you arrive in Japan? چه موقعی در ژاپن رسیدین؟ یا رسیدین اینجا مزه شما هست که در جواب میگه We arrived very late ما خیلی دیر وقت رسیدیم Around one in the morning حدود یک صبح Did you cry in the movie؟ آیا تو مثلا اینجا منظورش این نیست که مثلا آیا تو در فیلم گریه کردی؟ منظورش که مثلا شما یه فیلم دیدی و مثلا وقتی فیلم رو دیدی گریه کردی Did you cry uh, in the movie؟ میگه No I didn't نه گریه نکردم But my husband cried a lot اما شوهرم خیلی گریه کرد Did you like the meal؟ آیا از غذا خوشت اومد؟ No I didn't like it very much نه خیلی این very much خیلی ازش خوشم نیامد. the salad was terrible سالاد افتضاح بود terrible یعنی yani very bad What did you watch on TV last night? چی دیدی؟ What did you watch on TV last night در تلویزیون دیشب؟ I didn't watch TV last night. من دیشب تلویزیون ندیدم. I listened to music and studied. من به موسیقی گوش دادم و در واقع درس خوندم. و جمله آخر Did it rain last night? آیا دیشب بارون اومد؟ No, it didn't rain. نه بارون نایمد But it was very cold and cloudy. اما خیلی سرد و ابری بود. خب گرامر 10A رو با هم دیگه مفصل کار کردیم. برمیگردیم به صفحه 58.